آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه لگیمات یا لقیمات است که نوع شیرنی و بامیه عربیه و برای ماه رمضان و سفره‌های افطار بیشتر درست میشه. کشورهای عربی به آن لقیمات میگن، اما خوزستانی‌ها و بیشتر جنوبی‌های کشورمون به آن لگیمات میگن و به این شیرنی علاقه زیادی دارن. این شیرنی رو با شیره انگور، شیره خرما، عسل یا شهد درست میکنن. مواد مورد نیاز: 1 پیمان آرد سفید گندم نونوایی ها، 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 1 قاشق غذاخوری شیره خشک اگه در دسترستون بود، ولی رو کیفیت شیرینی خیلی تاثیر میذاره. 2 قاشق غذاخوری ماست که اگه ترش باشه خیلی بهتره. 1/2 قاشق چای خوری پودر هل، 1/8 قاشق چای خوری نمک، 1/2 قاشق غذاخوری پودر مای خمیر تازه، 1 قاشق غذاخوری روغن مایه، 1 قاشق غذاخوری عسل، 3/4 پیمان آب ولرم. آرد سفید گندم رو داخل یه ظرف می‌ریزیم، پودر مای خمیر رو اضافه می‌کنیم. فقط باید خیالتون از مای خمیرتون راحت باشه که تازه هستش و می‌تونه به عمل بیاد. بعد از اون میایم نشاسته ذرت، نمک و هل رو اضافه میکنیم، همینطور شیر خوش رو، تمام مواد خوش رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. این شیرینی به روش های مختلفی آماده میشه، ولی ما یکی از معمولی ترین روش ها رو امروز داریم اینجا انجام میدیم. بعد ماست رو اضافه میکنیم، روغن مایه و عسل. شما به جای عسل از شکر هم میتونید استفاده بکنید یا از شهد. میتونید 1 قاشق شکر بریزید یا 1 قاشق شهد بریزید. اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنید. بعد از اون آب رو به تدریج اضافه میکنیم، چون نوع آردا با هم دیگه فرق میکنه که زیادی رقیق نشه. خوب با هم مخلوط میکنیم. مایه این شیرینی یه مقدار باید رقیق سر از مایه کیک باشه. خوب که با هم مخلوط کردیم، در ظرف رو میذاریم، 1 پارچه روش قرار میدیم و میگذاریم توی محیط آشپزخونه حدود 1 ساعت تا این مایه خمیر به عمل بیاد. بعد از 1 ساعت استراحت در ظرف رو باز میکنیم و میبینیم که حجم خمیر 2 برابر شده و حباب های روی اون ایجاد شده. خوب با هم مخلوط میکنیم و پف خمیر رو میگیریم. داخل 1 ظرف به عمق 2 سانت روغن مایه رو میریزیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم. روغن که داغ داغ شد شیرینی ها رو سرخ میکنیم. شیرینی ها رو به وسیله قاشق میتونیم داخل ظرف بریزیم و سرخ کنیم یا به وسیله قیف های مخصوص شیرینی پزی. ولی روش سنتیش به روش قاشق هستش. قاشق رو داخل روغن میزنیم، از مایه بر میداریم و داخل روغن میریزیم. با
باید مواظب باشیم که شیرینی ها نسوزن و هر دو سمت شیرینی باید کامل سرخ بشن و به رنگ طلایی در بیان. هر دفعه که میخوایم سرخ کنیم خمیر رو به هم میزنیم تا پفش گرفته بشه، بعد داخل روغن میریزیم. بعد از اینکه هر دو سمت شیرینی کامل طلایی شد داخل صافی قرار میدیم تا روغن اضافیش گرفته بشه. بعد از اینکه داخل صافی قرار دادیم و روغن اضافیش گرفته شد، بلافاصله داخل شهدی قرار میدیم که ولرم هستش و حدود 3 دقیقه باید داخل شهد بمونه. طرز تهیه این شهد مثل طرز تهیه شهد زولبیا بامیه میمونه که قبلا توی کانال قرار دادیم. بعد از 3 دقیقه داخل صافی قرار میدیم که شهد اضافیش گرفته بشه. به جای شهد ما میتونیم از شیره انگور، شیره خرما یا عسل استفاده بکنیم. شیرینی آماده شد. من اون رو با پودر نارگیل و با خلال پسته تزیینش کردم. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.